حقوق بشر چه لغت قشنگی است، چه کلمه زیبایی است، چه عنوان دهن پرکنی است. ولی افسوس که مثل بقیه ارزش ها واقعیت خودش از دست داده و تبدیل شده به معادلات روز با اهداف سیاسی در شبکه های مافیایی، یعنی رسانه های بین المللی به عنوان ابزار دستشونه، مقامات جهانی به عنوان مهرهای شطرنج ازش استفاده میکنن و خود سازمان ملل هم که امتحان خوبی پس نداده در دفاع از حقوق بشر. حقوق بشر هم زیاده هم کمه. زیاده به خاطر اینکه بشر خیلی حقوق داره، یه دونه دوتا نیست. کمه به خاطر اینکه اگه بخوان رعایتش کنن خیلی راحت میشه. بشر ابتداعا برای زنده بودن به مثلث آب و هوا و غذا نیاز داره. اینها باید تأمین بشه. آیا این 7 میلیارد انسان روی زمین حقوقشون در این نیاز ابتدایی و فطری و اولیه تأمین شده؟ آیا ثروتمندان جهان، آیا حکومت‌هایی که ذخایر بزرگ زیرزمینی دارن و غالبا اون رو صرف مبادلات نظامی میکنن، جنگ ها رو تأمین میکنن، آیا اونها جوابگو هستن؟ پس سپس بعد از این ستام آزادی، استقلال، آزادی که انسان بتونه حرفشو بزنه. انسان وقتی دردمنده باید فریاد بزنه من بدنم درد میکنه. چه فرق میکنه کسی که درد روح داره باید فریاد میزنه و استغاثه میکنه؟ فریاد روح خفه کردن خفقان، سلب آزادی، به زنجیر کشیدن، به زندان بردن، شکنجه دادن، تبعید کردن، تبعیض، ظلم، اینا شکنجه های روح، شکنجه جسم هم که بیماریه، رنج. الان خیلی هستن بیمارن در جهان، خرج درمان ندارن، خیلی از بیماری ها لاعلاجه. اینها باید موثقین جهان، معتمدین عالم، اونایی که آسیم بالا زدن و دارن آبونون میخورن از نام حقوق بشر و دفاع از حقوق بشر، اینا باید جوابگو باشن، باید حرکت کنن. استقلال به معنای اینکه هر کسی خدا او رو مستقل آفریده، دلش میخواد که تابع هر دینی باشه، هر مذهبی باشه، هر آینی باشه، هر روشی باشه، سلب این آسایش مغایرت داره با حقوق بشر. حقوق بشر در همه زوایای زندگی انسان رسوخ داره و باید رعایت همه مسائل و مراتب رو کرد.